در سالهای دو دهه 20 و 30 به موازات تحولات اجتماعی و فرهنگی، دگرگونی‌هایی نیز در قلمرو ترانه‌سرایی پدید آمد. ترانه‌سرایان که دیگر خودشان هم از حضور مستمر گل و بلبل و شمع و پروانه در بند بند متن‌های ترانه‌ای خسته و ملول شده بودند، گهگاه نگاه عمیق‌تری به پیرامون خود، به مظاهر زندگی و طبیعت می‌افکندند و به تصویرسازی‌های ساده روی می‌آوردند. در این گرایش البته نقش آهنگسازان جوان و نوآوری را که تازه وارد صحنه شده بودند نمیتوان فراموش کرد. زبان همان زبان کتابی و فاخر دوره پیش باقی ماند، ولی واژگان و تشبیهات نوتر شد، از تکرارها کاسته شد و مضامین به پیروی از آهنگهای کوتاه‌تر با ایجاز بیشتری طرح می‌شد. از همین سالهاست که راه برای تبدیل تصنیف‌های قاجاری به ترانه‌های نو هموار شد. قمر و ملوک و روح‌انگیز که هرچه داشتند عرضه کرده بودند، کم کم به پایان خط می رسیدند و جای به خوانندگان خوش صدای تازه نفسی چون روح بخش و دلکش و مرضیه می سپردند تا آهنگهای تازه ای را از خالدی و تجویدی و وفادار بخوانند. ترانه سرایان در این میان چاره ای نداشتند جز آنکه متن‌های سازگار با صداها و آهنگهای نو بسرایند. نیاز جامعه به دگرگونی و نوآوری نقش همه را از پیش تعیین کرده بود. یکی از ایفاگران این نقش در عرصه ترانه‌سرایی در آغاز اسماعیل نباب صفا بود که در سال 1304 در کرمانشاه زاده شده و از 20 سالگی به تهران آمده بود. از قضا او نیز کار نوشتن و سرودن را مثل غالب ترانه‌سرایان پیشین از روزنامه‌های فکاهی آغاز کرد. نخستین شعر او را روزنامه توفیق در سال 1323 انتشار داد و چندی بعد او را به عضویت هیئت تحریریه خود برگزید. یک سال بعد شعری را بر روی یک آهنگ کرمانشاهی گذاشت که روح بخش آن را خواند و او را به راه ترانه‌سرایی سوق داد. آشنایی او در سالهای بعد با آهنگسازان شهرت یافته ای چون مجید وفادار و مهدی خالدی پایه‌های شهرت او را استوار ساخت. در این میان ترانه نوبهار با آهنگ خالدی و صدای دلکش سخت فراگیر شد و سالها در ایام نوروز از رادیو ایران به دفعات پخش می شد. از نواب صفا در جمع 123 متن ترانه باقی مانده که عمدتاً با آهنگهایی از مجید وفادار، مهدی خالدی و پرویز یاحقی پیوند خورده و با صدای خوانندگان شهره ای چون دلکش، مرضیه، الهه، پوران ضبط و پخش شده است.
البته او با آهنگسازان دیگری نیز چون مرتضی محجوبی، حبیب الله بدیعی، همایون خرم، انوشیروان روحانی و عباس شاپوری نیز همکاری داشته و به طور کلی با هر سبک و سیاقی از جهان ترانه کنار آمده و سازگاری نشان داده است. نواب صفا شرح آشنایی و همکاری خود را با آهنگسازان مختلف در کتاب خاطرات خود با عنوان قصه شمع به تفصیل شرح داده است. او سرانجام در فروردین ماه سال 1384 در سن 80 سالگی در تهران درگذشت. و اما در میان ترانه‌های تصویری او، تک درخت از زیبایی ویژه‌ای برخوردار است. شاعر سرنوشت تک درخت تیره وقتی را شرح می‌دهد که در سکوت صحرا فریادش در گلو شکسته است. بعد از زبان درخت می‌گوید که چون شادابی و برگ و برش از میان رفته، به نهال زهرآلوده‌ای مانند شده که همه از او می‌گریزند و او غم خود را چاره‌ای ندارد که با خار بیابان در میان بگذارد. تکه‌ای از تک درخت را که با موسیقی عباس شاپوری پیوند خورده با صدای پوران می‌شنویم. تک درختی تیره وقتا که داشته بود سرا فریاد من شکسته در گلوی که در گلوی من شکسته در گلوی من